پیام جلالت مآب مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، به مناسبت حلول عید اضحا سال 1399 هجری خورشیدی، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. پیام جلالت مآب الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری، به مناسبت حلول عید اضحا سال 1399 هجری خورشیدی. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، خواهران، برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسندم که باز هم در آغاز یکی از اعیاد مقدس ملت مسلمه قرار داریم که در نخست یوم عرفه و ثانیاً این عید خجسته قربان را به حضور تک تک شما و خانواده های معظم شما صمیمانه تبریک میگویم. عید قربان به مثابه بزرگترین سمبول ایثارگری در فلسفه اسلامی ما ریشه دارد که حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر امتحان بزرگ الله جل جلاله مبنی بر قربان کردن فرزند دلبندش حضرت اسماعیل یکی از رویدادهای معجزوی تاریخ اسلام را رقم زد. این رویداد آنقدر مهم و برجسته است که الگوی بزرگ برای میلیاردها پیرو دین اسلام است که در راه حق و الله سبحان از قربان نمودن اولاد خود نیز ابا نمی‌ورزند. پس به ما واجب پیام این آموزنده ارزشمند هر زمان خط مشی در زندگی روزمره ایمان باشد که با ایثار و فداکاری از ارزش‌های خود پیروی کنیم، خوبی‌ها را ارج قائل شویم، به فتنه و وسواس شیطانی تسلیم نشویم و از خود انسانیت و اسلامیت توارث بدهیم. هموطنان شرافتمند، شما امسال به علاوه عید قربان شاهد برگزاری جشن تفویض رتبه مارشالی بودید که جا دارد از فرد فرد شما از تبریکات و حمایت هایتان در تفویض رتبه به این جانب ابراز علاقه و احساس نمودید قدردانی نماییم. تفویض رتبه مارشالی محصول مبارزات چندین دهه بنده از یک سو و از سوی دیگر نتیجه ایثارگری های بیشمار فرزندان ملتم می باشد که من خاطرات هر لحظه آن مبارزات و رشادت و قربانی ها را هرگز فراموش نمی کنم. خانواده شهدا و غازیان مبارزات ملی میراث‌دار این جایگاه و این افتخار بزرگ هستند. هموطنان عزیز، عید امسال در آستانه آغاز پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی مصادف است و چنانچه از توقف جنگ برای 3 روز عید که از سوی دو طرف پذیرفته شد اقدام قابل استقبال می‌دانم که جدان خواستار تداوم آن هستم، چون ادامه جنگ، ادامه خونریزی، دلیل بدبختی و مایه عقب‌مانی کشور و رنج و تلخ‌کامگی مردم ما است که شهروندان افغانستان در 40 سال جنگ گذشته به یکی از جنگ زده ترین ملل دنیا مبدل شده است. کشور ما نسبت به هر زمان دیگر به اتحاد، اتفاق و همپذیری ضرورت جدی دارد و از همه طرفین دولت مردان، احزاب، شخصیت‌ها و عموم مردم شریف افغانستان مصررانه می خواهم وحدت و یکپارچگی و اخوت دینی و ملی خیش بیشتر از پیش حفظ کنند، قدر داشته های خیش را بدانند و برای پاسداری از ارزش ملی و معنویشان تلاش همه جانبه نمایند. ضمن آرزوی قبولی طاعات و قربانیتان تأکید می دارم که خانواده های نیازمند و فقرا را فراموش نفرمایید و برای مساعدت با آنها و رضای الله جل جلاله بذل مسایی نمایید. در اخیر با تبریکات مجدد عیدی به امید صحت و تندرستی شما و آرامش و اخوت در وطن عزیز ما افغانستان به درگاه خداوند توانا استدعا و نیایش می نماییم. عید شما خوش و ایام به کامتان. الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. ایام به کامتان و روزتان خوش.